دوستای عزیزی که در هر کجای دنیا هستین، عرض ادب احترام دارم خدمتتان. امیدوارستم همتون خوب باشین. قسمی که وعده گذاشته بودم که ما به ادامه سگمنت قبلی که در مورد ضعیفی میده داشتیم، امروز ما عواملی که باعث ضعیفی یا فلج میده میشه گرچه در این مورد بحث کردیم، ای که چگونه بفهمیم که میده ما ضعیفی یا دچار فلج یا دچار تشوشات حرکی است، در مورد ازی بحث میکنم، ای که چگونه تشخیص میشه ایره مده ای سگمنت کور میکنم و در پلی ازو چه راهکارهایی به خاطر تداوی از این موضوع وجود داره. این ویدیو را شریک بسازین و از سابسکرایب کردن چینل یوتیوب دکتر شما از خیرتان فراموشتان نشه. خب وقتی یک فرد علائمی که و نشانه هایی که من پیش میگم هرگاه پیش ایجاد میشه، مثلا سیری زودرس میداشته باشه، مثلا دلبدی معند و مزمن طولانی مدت داره که در سیر امراض دیگه نباشه، یک دلبدی و استفراغ بیشتر از 50 علت داره، یعنی سایر عوامل رد شده باشه، و در پلیازو که دلبدی می داشته باشه استفراغات را تجربه کنه، سیری زودرس داشته باشه، نفخ و باد را در میده و روده خود تجربه کنه، از گیس جهاز هاضمه شکایت داشته باشه، در پلیازو بعض اوقات حتی با محتوای استفراغ غذایی که گرفته شاهد تماشای از او باشه، و در پلی از او در کل یک گرنگی را بعد از گرفتن غذا در قسمت میدی خود و دنای اپیگستریک تجربه وقتی که کرد، در پالوی سایر امراض گستروپاریزس یا فلج عصبی و عضلی میده همچنان باید تشخیص تفریقی شامل باشه. ایتونه که هر کسی که نمی جنجالایی که من گفتم داشته که حالا بگویم میده ما فلج است، نه خیر. خود پلی از او تبیز که تاریخچه میگیریم از مریض، آیا شکرداری نداری؟ آیا به طرم سال در گذشته ایتس داشتی نداشتی؟ آیا مثلا تو زردی سیاه و سفید داشتی نداشتی؟ گردایت فلج بود نبود؟ جگرت مشکل داشت نداشت؟ در ضمن از او ایچ پیلوری سابق داشتی نداشتی؟ عملیات شدی نشدی؟ در گذشته سرطان میده و روده را تیر کدی نکدی؟ در ضمن از او سگرت کش هستی نیستی؟ وزنش چاق است؟ لاغر است؟ در گذشته مشکلات حمله قلبی، سکته مغزی یا تیر شده ندید شده؟ کدام زیر کدام دوا هست نیست؟ چه مدت هست که راست پیش ایجاد شده؟ چه معاینات در دست دارم؟ خب یک تاریخچه گرفته شد، مریض مورد معاینه فیزیکی قرار گرفت، بعد از اجرای یک سلسله معاینات روتین لابراتواری بر مریضا یک سلسله تست‌های تشخیصیه توصیه میشه. این تست از یک تست عادی اندوسکوپی گرفته تا به تستای تنفسی که یوریا بریت هست، تا به تستایی که تشوشات عضلی و عصبی در حرکات میده نشان میده که تعداد حرکات زیاد است یا کم، تکی گستریا داره یا برادی گستریا، مثل که گراف مغز برای مرگی گرفته میشه، مثل که گراف قلب برای تشوشای برقی قلب گرفته میشه، اونم تو به خاطر تشوشای برقی میده ما باید الکتروگاستروگرام کنیم. یکی ما الکترو انسفالوگرافی داریم، یکی الکترو کاردیوگرافی داریم، یکی به طور مثال الکترو گاستروگرافی داریم. بر مریض ای جی جی توصیه میشه، یکی ای سی جی، یکی ای جی جی و یکی ای ای جی، الکترو انسفالوگرافی، الکترو کاردیوگرافی، الکترو گاستروگرافی. لیدا در روی شکم مریض مانده میشه و گراف های برقی میده رسم میشه که آیا تعداد تقلصات میده زیادتر از نرمال است یا کمتر از نرمال است. در ضمن از بعض اوقات ضرورت به سکینتوگرافی هستم که بعد از ای که مریض غذای تست مل را استفاده میکنه، غذای آزمایشی را استفاده میکنه، مریض تصویر برداری میشه که حرکات چطور هسته. در پلی از بعض اوقات ضرورت به مانومیتری با استفاده از کاتترها هسته که تشوشات در عضلات موجود هست نیست، با دیوایس های مشخص ضرورت با التراساوند گاهی اوقات میشه، ضرورت به سیتی سکن میشه، ضرورت به امارای میشه، و حتی بعض اوقات نیاز به بایوپسی هست. خب اگر تثبیت شد که امی تشوشات دلبدی، امی تشوشات استفراغ، امی وزن کم شدن، امی بیشتیایی، امی نفخ و باد شکم، امی به طرم سال سیری زودرس، امی گرنگی بعد از گرفتن غذا در سیر فلج میده ایجاد شده باشه، تداوی میشه. سه گروپ از تداوی بر مریضا معمولا تطبیق میشه. نمبر اول فارماکولوژیک تریتمنت، تداوی دوایی هست. در این تداوی دوایی پیش مریضا دواهای مثل پروکینتیک، مثل پرورلکسانت، مثل مکرولیت، مثل ترایسیکلیک انتی دپرسانت، مثل انگزلایتیک، از الپرازولام و لورازیپام و کلونازیپام گرفته تا به امیتریپتالین و نورتریپتالین و میرتازپین تا به بطرمثال
سیسر تپراید و لیوسل پراید و سینی تپراید تا با ایرترومایسین تا با دومی پریدان میتوکلوپرامید و اندان سترون و پرومیتازین و کلوپرامایزین و با ترمسال دای سیکلو امین فرق میکنه فرق میکنه اگر کتی از این چاره شد خوب و خوب نشد بر مریضات تداوی های اندوسکوپیک توصیه میشه مثلا اگر در سیر اسپازم یا قلنج ازلی خصوصا قلنج پایلور فلج میده ایجاد شده باشه بر مریض بعضی به طرم سال زرقیات از طریق اندوسکوپی صورت میگیره مثلا تطبیق باتوکس با استفاده از اندوسکوپی و اگر با این موضوعات هم چاره نشد بعضی اوقات پیش مریضان نیاز به الکتریکال تراپی هست یا تداوی های برقی هست که این تداوی های برقی بعض اوقات تنبیهات برقی بر میدی مریض داده میشه و حتی بعض اوقات مثل که پیس میکر در قلب مریض نصب میشه پیس میکر های موقتی و دائمی بالتی که میگه در قلب انداختیم یا بیتری در قلب انداختیم اونمو تو پیسینگ با میدی مریض صورت میگیره تا اینکه از تاسوس تاکی گستریا یا برادی گستریا افزایش حرکات عضلی میده و کاهش حرکات عضلی میده اجتناب به عمل بیاید بدون شک عامل اساسی باید تثبیت شود اگر شکر می باشه چی پایلوری می باشه فلج گرده فلج جگر می باشه اچ آی وی یا ایت می باشه آفات به طرم سال پرازیتی جاز آزمه می باشه ناراحتی های عصبی می باشه همه از این باید عاملش تثبیت و در رویت از او اصل عامل را مورد تداوی قرار بگیره بنابراین اگر یک فرد دل بدی داشت اگر استفراغ داشت کاهش وزن داشت سوی تغذی شده بود سالا بوده که خشک دل بد می شد در پلی از او سیری زود رست داشت با وجود که غذای عادی را می گیره ولی 3-4 ساعتی در روی دلش باقی می مانه در پالوی سایر امراض گستروپاریزس یا فلج میده یا تشوشات عصبی و عضلی حرکات میده در تشخیص تفریقی دکتر صاحبا شامل باشه امیدوار هستم این ویدیو آموزنده بوده باشه تا دیدار بعد پدرود